با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز سه‌شنبه 20 از ماه ژانویه سال 2009 میلادی، در روزهای سه‌شنبه به مدت یک ساعت از 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستیم. در باب گسترش حکمت صحبت میکنیم. در روزگار قدیم به روزگار اعراب رسیده ایم و این سخن که این دوران جاهلی چه دورانی بوده است، که البته امشب مطالب دیگری هم هست، بفرمایید یک غزل از خواجه شیراز به شما تقدیم کنم و برمیگردیم به مطالب میرسیم. یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد اون که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. یاد باد اون که صبوحی زده در مجلس انس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. یاد باد اون که رخت شمع طرب می افروخت، وین دل سوخته پروانه ناپروا بود. یاد باد اون که در اون بزمگه خلق و ادب، اون که او خنده مستان زدی صحبا بود. یاد باد اون که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد اون که خرابات نشین بودم و مست، اون که در مسجدم امروز کم است اونجا بود. یاد باد اون که به اصلاح شما میشد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. غزل‌های ناب حافظ شیراز. معلوم است که در این بزمگه خلق و ادب اینها بحث ادبی هم می‌داشتن. احتمالاً اشاره حافظ به شاه شجاع است در روزگاری که از شیراز بیرون رفته است. امروز 44 رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد. دموکراسی رو ما در عمل می‌بینیم این روزها در ایالات متحده آمریکا، و آقای جورج دبلیو بوش که تا ساعت صبح امروز ساعت 9:10 صبح مقتدرترین مرد جهان بود، اکنون قدرت ایشان به اندازه بنده و شماست. و امروز میگفت که من از این به بعد بایستی با آشپزی زنم عادت کنم، دلم تنگ شده برای آشپزی زنم. البته با یک تعریزی میگفت خنده آور، و اینکه بایستی من دیگر امروز از امروز آشغال‌ها رو ببرم، زباله‌ها رو ببرم خالی کنم. و یک مردی به نام برک حسین اوباما ناشناس از کنم که سنای آمریکا برخاست، و او امروز مقتدرترین مرد جهان است، رئیس جمهوری منتخب آمریکا است. و این بسیار زیباست و در کاخی خواهد نشست که بردگان ساختند، بردگان سیاه‌پوست. این کاخ سفید زمانی که ساختن از بردگان البته استفاده کردند، و امروز کسی که پدر بزرگ او برده بوده است امروز رئیس جمهور است. بارها خدمت شما عرض کردم یک دموکراسی بد، گدای، زمین خورده، فقیر، کندکار، بیچیز، بیقهرمان، هزار برابر شرفش بیشتر از یک دیکتاتوری قلچماق گردن کلفت اعلی حضرت نمیدونم امام این حرف هاست. بایستی عادت کنیم، یک چیزی بیاموزیم. بله، در این مملکت ما بیضه مقدس نداریم. یعنی 44 رئیس جمهور داشتیم که بر حسب اتفاق یکی پسر یکی دیگری بوده است، به انتخاب مردم هم بوده است. و با این 44 رئیس جمهور به مدت 230 سال این مملکت که کشور بزرگی بوده است، مستعمره انگلیس ها بوده است، زیر سایه قانون اساسی، در حقیقت اینجا قانون حاکم است. رئیس جمهور اینجا به مثابه رهبر ارکستر هست. دیدید که قطعاتی که بتهوون نوشته است و موزارت نوشته است و اینها، رهبرهای مختلف اینها رو اجرا میکنن. هرچه رهبر ارکستر نیرومندتر و نبوغ او در موسیقی بهتر، آوای او موسیقی زیباتر و دلکشتر و پرشورتر. و این رهبری رو در واقع، رهبری این سیستم رو که برجاست
این رئیس جمهور انجام میدهد. اگر امروز خدا نکرده آقای اوباما رو بکشن هیچ اتفاقی نمیفته. معاون او سوگن یاد میکنه، بلافاصله به جاش مینشینه، همه چیز مرتب و منظم است، به جهتی که اینجا در این کشور حاکمیت قانون هست، مثل کار ما نیست که یک اعلی حضرتی به معنی که فرار کرد همه دنیا به هم میریزه، چون همه هیچ کاره هستن در کشور استبدادی، همه هیچ کاره هست. کشور استبدادی یعنی این که یک آدمی میاد و با ارعاب و چماق و زور و ساواک و نمیدونم از آدم کش و جنایتکار مال اون مردم رو میخورد، ایجاد ارعاب میکنه، همه حقوق رو از همه مردم میگیرد، همه او حقوق رو به خودش تخصیص میدهد، اون میشود صاحب همه حقوق، مردم میشود هیچ حقوق. داستان شبانیست، گوسفندچرانی و گاوداری، داستان استبداد داستان گاوداریست. اگر گاوداری نیست بپرسید از این آخوندها ببینیم این 600 میلیارد دلار پول نفتی که فروختن چه کردن، چه مصرفی رساندن. این آدمهایی که کشتن، پوست این جوانانی که کندن، چندین هزار جوان ایرانی رو زیر عنوان کافر و منافق و باقی و غیر کشتن، اینها جوابی به کسی دادن؟ واقعا گاوداریست. خب سیستم استبداری سیستم گاوداریست، همون گونه که گاودار هیچ گونه مسئولیتی در مقابل هیچ گاوی ندارد و هر کس رو میخواد هر گاوی رو بخواد سر میبره، یکیشو پوستشو چرم میکنه، یکی پوستشو زه کموم میکنه، یکیشو نمیدونم کباب میکنه. این داستان استبدادی با گاوداری مساوی است. منطقه ما گاوداری بوده، منطقه گاوداری. این کشور گاوداری نیست، این کشور در دست مردم است، از کنم انتخاب مردم، و هرگز هم ما ندیدیم مردم انتخابی بکنن اون رئیس جمهور بی عرضه باشد یا بد باشد و مردم اظهار پشیمانی کنن و معذرت خواهی بکنن از اون قبلی، چون قبلی وجود نداره، قانون حاکم هست، قانون. و این آقای جورجوش که عرض کنم امروز بازنشست شد، اینها در تکساس سخنرانی میکرد، مردم تکساس او رو بسیار دوست میدارن، زمانی که آقای جورجوش آمد 70% محبوبیت داشت، چون از ثبت استاندار ایالت بزرگ تکساس بود و امروز میگفت من وقتی در آینه نگاه میکنم اظهار پشیمانی ندارم، من با یک سیستم های ارزشی تگزاسی از اینجا رفتم در کاخ سفید و در این مدت 8 سالی که بودم برگشتم، با همون ارزش ها برگشتم. و مباحث موضوع آزادی و دموکراسی رو فراموش نکنید، از جمله مطالبی که میگفت و افتخار میکرد و در چشمانش بود حس رضایت و غرور بود، این که من 50 میلیون نفر آدم رو از چنبره استبداد رها کردم. اشارهش به پاکستان، ببخشید عراق بود و افغانستان، که البته اگر این دو دموکراسی پای بگیرد و از شر سرداران اسلام محفوظ بماند، تاریخ قضاوت مهربانانه تری در حق آقای جورج دبلیو بوش خواهد داشت. کارهای بسیار خوبی هم بوش در آفریقا کرده اینها، و روزگار او گذشته است، باعثی اندکی صبر کنیم تاریخ در باب او قضاوت بکند. دوران شاعری هم برای آقای اوباما تمام شد. عرض کردم این کسانی که در حوزه کلیساها و اینها رفت آمد دارن سخنوران خوبی هستن، مثل آخوندهای خود ما. اوبامای عزیز هم که بسیار مرد خوب بسیار شریفی است، یک رگه آخوندی هم دارد در سخنوری و همین سخنوریش بوده است که سبب شد که او بتواند، یکی از وجوه قوتش البته همین سخنوری او بود. و عرض کردم این داستان سخنوری و شاعری تمام شده است، روزگار عمل فرا رسید. مطلب بسیار درخشانی که در صحبت‌های این آقا بوده است این بوده است که این سیستم‌های استبدادی در راستای تاریخ انسان نیستند، اینها در راستای غلطی از تاریخ هستند. و این از سبب کسانی که پشتیبانی از ترور می‌کنند و مردمان خود رو زیر فشار گذاشتند و اینها، این یک تهدیدی به تعریض بود به جمهوری اسلامی عزیز و پربرکت، که البته آخوندها هم در مقابل ما فردا 14 نفر رو می‌خواهیم در زندان اوین اعدام بکنیم. و داستان غریبی است این ادبار و عقب افتادگی اسلام عزیز، که چه نکبتی بوده است این اسلام عزیز در این کره زمین، از شبت که مثل طاعون بوده است این اسلام عزیز، از بفرمایید تعارف نکنیم. و روزگاری رسید که این آدم های روشن فکر مشرق مثل سید جمال اسدآبادی، مثل فرض کنین اقبال لاهوری، مثل محمد عبدو، مثل روشن فکران ترک، اینها آمدن و متوجه این مطلب شدند که در مغرب اتفاقات خوبی افتاده است، پیشرفت ها آمده است، شهرها به سامان هستند، حقوق انسان در نظر گرفته می شود، حاکمیت قانون هستند. آمدن گفتن آقا ما عقب افتاده هستیم، ما از قافله مدنیت
باز مانده ایم. ما بایستی که یک کاری بکنیم برادران به خواب رفته مسلمان ما بیدار بشوند و بتوانیم سیستم های اروپایی رو در اینجا پیاده کنیم، اندکی پیشرفت بکنیم. یک کارهایی هم کردن در مصر، در ترکیه، در ایران، حالا یکی با قانون، یکی با زور و اینها. اما قبول این که این جوامع عقب افتاده هستند و از غافل مدنیت باز موندن مد نظر روشنفکران بود. امروز وضعیت طوری شده است با کمال وقاحت میگن نه، شما ما عقب مانده نیستیم، هیچ از همین عقب ماندگی رو میخوام به شما تحمیل کنی. به جهت فروش این عرض کنم 4 تا معدن که این مسلمان ها داشتن که بیشتر نفت بوده است، اینا روشون هم زیاد شده. یعنی وقاحت به جای رسیده است که میگوید که شما نمیفهمین، ما کار ما درسته، این حقوق بشر شما به درد نمیخواد، حقوق بشر اسلامی. البته حقوق بشر اسلامی ما نداریم، ضد بشر اسلامی داریم، اما حقوق بشر اسلامی ما سراغ نداریم. شما نمیفهمید آقا، ما باید صادر کنیم. یا آخوندی میگفت که امام زمان که ظهور بکند میگوید حسین تو برو واشنگتن حاکم باش، تقی تو برو برلین. امام زمان تقسیم میکند جهان رو برای شما. بله، و اون عدالتی را هم که امام زمان قرار است بیاورد با عدالت و قانون و دادگاه و وکیل نی، با سربریدنه. بخونید داستان ظهور امام زمان عجل الله رو که چی کار میکند. به محض ورود میرود به مکه، به همون مکه گور عمر و ابوبکر رو در میاره، به دیرق آتیش میزن، شروع میکنه کشتن. اونقدر میکشد که خون به رکاب اسبش میرسه. یک کسی میگه ای امام بس کنی، کشتن کافی نیست، دولا میشود. این امام این انگشت مبارکش رو میاندازد به یه چیزی در میرن، کفش خونالود علی اصغر حسینی، میگه نکشن، بکش امام. اینا میبینن عدالتش، عدالت نوع شیعهش. بله، عرض بشه خدمت شما که 4 سال مردم آمریکا شانس دادن به آقای برک حسین اوباما که به سخنهایی که گفته جامعه عمل بپوشاند. در این تحول تحول قدرت که انجام میده واشنگتن، چندین ده هزار نفر نقل مکان میکنن بیرون از واشنگتن، دولت جدید وارد میشه. و عرض میشه باید که مهمترین مطلبی که مد نظر هست البته موضوع اقتصاد هست، موضوع بیمه هست، اما معمولا مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور آمریکا این چیزها نیست. درست است که اقتصاد خیلی مهم هست، اما معمولا سیاست خارجی است که اهمیت دارد. آقای ریچارد نیکسون در اولین کتابی که نوشته است میگوید بعد از اینکه من شکست خوردم از کندی، یک روز به دیدن او رفتم 20 روز بعد و کندی به من گفت چه کسی عرض کنم که متوجه یا ذهن خود رو خراب میکند برای مینیمم ویج، رئیس جمهور انتخاب میکنه برای سیاست خارجی. و معمولا در 100 روز نخست این دزدها و آدم کشا و عرض کنم زورگویان و قاصبان و دزدان منطقه و اینها معمولا یک آزمونی امتحانی میکنه ببینن این آقای رئیس جمهور که تازه آمده است این وجودش از فولاد هست یا حلبی است یا چه چیزی است. کارتر رو امتحان کردن، از حلبی بود. از شبت که حالا البته داستان دیگری است، اما یک آزمونی خواهند کرد که این آقا میشود او رو تا کجا برد، چه میزان میشود عرض شود که پیش رفت در زمینه خشونت و تجاوز اینها. و همه اینها برمیگردد به قوت و قدرت فردی و شخصی، چون تصمیم آخر رو آقای رئیس جمهور میگیره. درسته که ادوایزرها دارد و کسایی، ولی نهایتا تصمیم میرود به قلم رئیس جمهور آمریکا. و به طوری که بعد سبت که میشود فهمید و آینده رو پیش میکردن بسیار مشکل است، فقط آدم های احمق هستن که آینده رو پیش بینی میکنن. میتوان فهمید با توجه به سوابق این جمهوری پربرکت اسلامی و با توجه به ماهیت عرض میکنم این حکومت جدید، میشود گفت که اینها آخوندها رو فشار بیشتری خواهند داد. یعنی عرض کنم که سیاست جهانی به وجهی است و میراثی که اینها از جورج بوش بردن و اطلاعاتی که در اختیار دارن و همه جریاناتی که در 5 سال گذشته انجام یافته و کوشش دیپلماتیکی به شکست منجر شده است، که این آقای اوباما اون کسی نیست که این آقایا فکر می‌کردن که حالا بسیار مهربان خواهد بود، و چون یه حسینی هم به میان اسمش هست اوباماست و اینها. به ویژه که این خانم کلینتون هم بسیار بانوی توانا و هوشیاری است، خاصه که شوهر او هم از جریانات مطلع هست، و امیدوار هستیم که کوشش اینها در راستای خدمت به مردم دربند و اسیر ایران باشد. سخن رو ما در اینجا کوتاه میکنیم.
این آرم سرزمین جاوید که پخش می‌شود، یک بار دوست گرامی من آقای تندر که اینجا نشستن با آقای رزاقی گپ می‌زنن ساختن، ما فکر کردیم دکتر مصدقش زیاد هست، یعنی وقتی یه بار پخش کردیم دوستان زنگ زدن که آقا این زیاد بودن تصاویر محمود دکتر مصدق ممکن است فکر کنند که این حالت شعاری گرفته است. این است که ازشون خواهش کردیم دوباره بازسازی بکنن به تصاویر رجال بزرگ عصر جدید رو در اینجا بگنجانن و بسیار زیبا و هنرمندانه عمل کردن. اگر که وارسان گرامی این داستان رو آماده دارن پخش بکنن، شما ببینید نظر شما چیست. بسیار بسیار زیبا با یک ریتم حماسی فوق‌العاده زیبا و به سامان خاصه که در پایان کار همه چیز متمرکز می‌شود در یک عرض کنم فریم طلایی، قاب طلایی و تصویر دانای توس. اجازه فرمایید تماشا کنیم ببینیم چه کرده است آقای تنده. بسیار عالی بود، بسیار بسیار زیبا. دست شما در نکنه کامران جان. عرض کنم که برای هموطنانی که آشنا نیستن، تصویر حاجی علی قلی خان سردار اسعد فاتح تهران بود، یک عکس ماقبل آخر و عکس پایانی عکس مرحوم کسروی بود. آقای واقدی شاعر بزرگوار به ما پیغام دادن که آقای کسروی لیاقت نشستن کنار دکتر مصدق و فردوسی ندارد و به گمان بنده چنین نیست. ما مردی به پاکی و بزرگواری کسروی نداشته ایم. این درست است که عرض کنم که به تعصب گراییده بود در زمینه ادبیات، اما وجوه قوت و قدرت شخصیت مرحوم کسروی و پاکی او رو فراموش نکنیم که با اهریمنان به وجه آشتی ناپذیری برخورد میکرد، به خصوص با ملا و آخوند، مردی که آخوندزاده بود و پدر او در مرض موت میگوید پسرم احمد نان ملایی نخورد، که نان ملایی نان شرک است. و این مرد همه کوششش رو در مبارزه با ارتجاع آخوندی گذراند و سرانجام همانها هم او رو کشتند. بنابراین مقام کسروی، علامه کسروی به نظر من بسیار والا و بالاست. باری چون این مطالبی است که شما میبینید و این آهنگی است که شما همواره گوش میکنید، خواستم نظر شما رو هم بدانم. اگر نظر خاصی دارید لطف فرمایید برنامه سرزمین جاوید زنگ بزنید و از فکر میکنم از دوشنبه این آرم جدید رو که ملاحظه فرمودید که با اون شیر خورشید بسیار قدیم، کسانی که میگن این شیر خورشید مال پهلوی هاست، این سخن جاهلانه است. هم شیر هم خورشید اینها علامات باستانی است، مفاهیم تاریخی عمیق دارد، اینها به پهلوی مربوط نیست. باری شما هم اگه نظری دارید بفرمایید، از روز دوشنبه این آرم رو که ملاحظه کردید پخش خواهیم کرد. خب اجازه فرمایید قبل از اینکه وارد موضوع جاهلی بشیم و عرب جاهل، عرض کنم که یک موسیقی بشنویم، ساز تنها، و برمیگردیم خدمت شما و مطلب رو پی میگیریم تا چند لحظه دیگه.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با دوی برشن وطن گرامی قطعه زیبای موسیقی ایرانی شنیدیم در ترک. عرض کردم که با دوستان صحبت میکردم، صدای ساز آقای نجاهی رو تشخیص دادم. خب اجازه بدید برویم به این داستان نظام قبیله‌ای عرب در خدمت شما از کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرنیا. کتاب جامعی است این کتاب در باب اعراب پیش از اسلام. و علتی که ما این مطالب رو بیان میکنیم این هست که این آخوندها و اسلامی اومدن هی جاهلی جاهلی کردن، چنان که گویی هیچی نبود است و اینها، و ناگهان به نور اسلام منور شده است و اینجور داستان ها که بارا خدمتون عرض کردم. کار اسلام با تحمیل و زور بوده است و خشونت و آدم کشی. اولین کاری که این اسلام کرده است و خیلی بهش افتخار می کرده و انا فتحنا لک فتحا مبینا گفته، تخریب معابد بیچاره عربا بوده. یعنی این آیین حنیف با تخریب نیایشگاه مردم شروع کرده. حالا بیاید بگو که دموکراسی اسلامی، خیر، این اسلام عزیز رو شما نشناسید، ما میشناسیم. خدا را سپاس این اسلام عزیز در بین ادیان بزرگ، حالا به لحاظ حجم میگم اینا بزرگ، تاریخش از همه دقیق تر، کوچکترین عرض میکنم دقایق این تاریخ به تحریر در آمده. ماسمالی خیلی 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 بد جوری میسر هست، میسر نیست، مگر اینکه بزنیم به دنیای رافضیگری و دروغای شاخدار و اینها. و یه خانمی زنگ زده است، گفته است به یه کسی که خداوند به حضرت موسی، شما گوش کنید جهالت و حماقت و سفاهت رو ببینید آدم باید یقه خودش رو چاک بکنه یا نه. خداوند به حضرت موسی گفته است هر کس برای حسین یک قرون خرج کند 100,000 برابر گیرش میاد. خداوند به حضرت موسی راجع به حسین. خب اجازه بدید ببینیم در قبایل عرب چگونه بود. اینا مردمانی بودند آزاد، این عرب بین اینها هر سبت که مردمانی بودند در شهرها، عرض کردم مدنیت بزرگی بود در منطقه یمن، قصرهای با شکوه، عرض می کنم که مرکز تجارت و صنعت بود و این زبان عربی در همون جا جان گرفته در واقع و بعد پراکنده شده.
و از سبت که تمدن‌های سبا و همیر، اینها تمدن‌های بزرگ در اون منطقه و اونجا منطقه ثروتمندی بوده، بسیار شعرا در این باب شعر گفتند و بسیار کسان می آمدن از روم در اونجا ببینند این منطقه رو. می گویند بوی مشک می آمد، مردمان تمیز و مرتبی بودند در همین یمن و این بر سر راه کاروانها بود است به مکه و اینها. در این شهرها مردمان باسواد بودند، شعرا بودند، عرض می کنم که بازرگانان بزرگ بودند، زنان دارای حقوق بودند، در جنگ ها شرکت می کردند اینها، عرض شود که و در بیابان ها هم اصلا قبایل بودند پراکنده که اینها دارای فضیلت هایی بودند. یکی از وجوه این چیزها هم زنده قبیله ای البته عرض شود که جنگ و غارت و این چیزها بود، چون قبایل مردمان خشن در بیابان ها اینها دچار این استقاق منافع می شدند، جنگ ها می کردند. این اسلام عزیز آمده است و عرض کنند که جهال رو به گرد خود جمع کرده، عرض شود که در همین مکه که بودند اینها ظرف 13 سال 50-60 نفری نت بیشتر نتوانستند اینها مسلمان بکنند تا رفتن به مدینه و در اونجا وقتی غنایم آزاد شد هر دوزی در هر جا بود شمشیری شما در خدمت اسلام. شما در تاریخ یاد ندارید این اسمایی که آمده است که یکی سابقه دوزی داشته می بود آدم کشی و گفتن شما نمیتوانی مسلمان بشوید، چنین چیزی نبود. و بعد اینها به طمع عرض کنند که گرفتن سرزمین های آباد ایران زمین، اسب های زیبای ایران، زنان زیبای ایران، عرض شود که سرزمین آرزو داشتن. اینها مردمانی بودند در این بیابان ها بیچاره سرگردان بسیار فقیر. این بعد خشونت اینها رو برانگیخت زیر سایه الله و عرض شود که اینها به دزدان سرگردنه تبدیل شدند و سیل اینها سرارزی شد به ایران و این بدبختی و ادبار و نکبتی که امروز هست هم یادگار همون هاست. و بعد شروع کردن ثروت ها رو حمل کردن به مدینه و تقسیم کردن. وقتی میگیم عدل عمر و عدل علی، عدلش در این بوده است که این اموال مسروقه رو به سویه تقسیم میکردن. عثمان که میگن عدلش بد بود این بود که به سویه تقسیم نمیکرد این اموال مسروقه رو، بیشتر به بنی امیه میداد، به ولید میداد و به ابی سرح میداد و به دوستان خودش و اینها. اما عمر خیلی عادل بود، این اموال مسروقه رو تقسیم میکرد، البته به بدریا و حسن و حسین بیشتر از بقیه میداد مطابق تاریخ واقعی. اینم عدلشون بوده. میگن عدل چی بوده؟ باری ببریم ببینیم که بافت قبیلی چگونه بوده. در قبایل استبداد میسری، زندگی قبیله‌ای با یک نوع دموکراسی طبیعی توام هست، به جهت اونجا مفتخوری نیست، اونجا همه با هم کار میکنن، زنان و مردان با هم کار میکنن. عرض میکنم به احتمال در بسیاری از قبایل حقوق زنان بیشتر هست، نفوذ زنان بیشتر هست، یعنی قطع نظر از اینکه زن کار میکند، تولید مثل هم میکند، وظیفه پرورش کودکان رو هم بر عهده دارد. این گند و کثافتی که به وجود آوردند و بر سر زنان نازل کردند و اینها در روزگاری بوده است که اموال مسروقه و دزدی بسیار شد، عرض کنم زنان رو خانه نشین کردند، به گونی کردند و عرض شد که مردان شدن رئیس کل. اجازه فرمایید بخوانیم از کتاب. بله، از نظر عرب جاهلی قبیله یک واحد سیاسی به شمار می آمد، متشکل از گروهی از مردم بود که انتساب به یک نیای مشترک عامل تجمع و وحدت آنها می شد و عصبیت نسبت به قوم و قبیله آنها را به یکدیگر مرتبط می ساخت. می گویند که اولاد عبد مناف مثلا، می گویند بنی هاشم، بنی امیه، اینا به یک نفر مربوط می شدند و این ارتباط با یک نفر، این نیای مشترک سبب ایجاد نزدیکی بیشتر می شد و حس عصبیت یعنی غیرت بیشتر می شد. حالا بله، عصبیت عبارت از آگاهی نسبت به پیوند مسئولیت مشترک و اتحاد میان کسانی است که رابطه خونی آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. بدین ترتیب عصبیت منشأ قدرت سیاسی و دفاعی است که افراد قبیله‌ها به همدیگر مرتبط می‌سازد و معادل آگاهی و شعور ملی در روزگار ماست. رابطه خونی در عصبیت به مراتب نیرومندتر و آشکارتر از رابطه ملی است، زیرا عصبیت فرد را به یاری و حمایت از افراد قبیله خود فرا می‌خواند، خواه آنان ستمگر باشند یا ستم دیده. خیلی خوب. ولی از نظر عرب عصبیت بر دو گونه است: عصبیت مبتنی بر خون که عامل اصلی خیشاوندی در یک خانواده و منشأ ارتباطات استوار میان افراد قبیله همانند یک خاندان است، و عصبیت مبتنی بر انتساب به یک نیای دور یا جد مشترک که سبب تکفین یک یا چند قبیله منتسب به او شده است. بدین طریق جامعه جاهلی
خیلی خوب، میگوید که روحیه ملی و اینها نداشتن، اینها قصبه قبیلی داشتن. بعد اینجا توضیح میدهد، اجازه از اینجا بگذاریم. میگوید که خب قبیله در بادیه به منزله دولت کوچکی بود که همه ارکان یک دولت را به جز سرزمین ثابت و معین که مشخص کننده منطقه نفوذ آن باشد دارا بود. قبیله های بیابان نشین به علت جابجایی مداوم در پی یافتن آب و گیاه فاقد سرزمین و وطن ثابتی بودند. کمبود امکانات زندگی در بیابان محرک این قبیله های بادنشین برای نقل و انتقال مستمر و نیز موجب پایبندی اونها به عصبیتی بود که شرایط دشوار محیط پیرامون بر آنان تحمیل میکرد. مرتب این چهارها حرکت میکردن، در کجا باران هست، در کجا عرض کنم که علفزار هست. زندگی بیچاره اعراب بیشتر با شترانشون بود و این شتر مهمترین عنصر اقتصادی در تاریخ عرب بوده و عرض کنم که بهش قایق صحرا میگفتن، سوارش میشدن، بارکشی میکردن، باش جنگ میرفتن، عرض سبتی از پوستش خیمه میساختن، از رودش نمیدونم تناب میساختن، زه کمان میساختن، شیرش رو میخوردن، ازش ماس میساختن. خلاصه اینکه با شترش بود که زندگی میکرد و در روزگاری که اینها ایران رو تسخیر کرده بودن، اعراب مکانهایی رو انتخاب میکردن که بتوانن شتراشون رو با خودشون ببرن. این سخن نه از تعصب است که حقیقتی است دوستان، به همین جهت است که فرض کنید قم رو انتخاب کردن و آمدن و چه جنایاتی در قم کردن اینها. و خراسان آمده است که 200,000 نقل و انتقال یک جا به خراسان شد، به جهتی که از کنم یک سوی خراسان سهاری بود که مشابهت داشت از کنم به لحاظ محیط جغرافیایی با عربستان. اینا کمتر تمایل داشتن به آذربایجان، کمتر تمایل داشتن به رشت و ساری اونها، به جهتی که اینا برای زندگی شتران از کنم که مناسبت جغرافیایی نداشت. خب نظام قبیله‌ای اساس زندگی سیاسی در کشورهای عربی و امیرنشین‌های جنوب جزیره العرب و شهرهای حجاز و امیرنشین‌های عربی در حد فاصل و شام و عراق بود. قبیله‌هایی که در این شهرها وادی‌ها ساکن بودند مثل مردم روم و ایران ملت واحدی را تشکیل نمی‌دادند، بلکه همواره نظام قبیله خود را حفظ می‌کردند. هنوزم نظام قبیله‌ایشون رو اینها در اهواز و این خوزستان اینها که هستن هنوز به نام قبیله‌شون خوانده می‌شوند. این صدام حسین تکریتی می‌گفتند. هنوز این سیستم قبیله‌ای و انتساب به قبیله در عراق مثلا بسیار قوی هست، به طوری که بنده شنیدم و در این کتابا خوندم و اینها به همون شیوه قبیله قدیم هست. خب مطلب مهمی که میخوام اینجا خدمتتون بخونم، بله اینجا میگوید که علی رغم اتکای افراد قبیله‌های بادینشین به استقلال فردی، فردیت آنان بر اساس رابطه عصبیت پیوند متقابل استواری با مجموعه افراد قبیله داشت و فرد موظف بود به هنگام خطر وقتی قبیله از وی یاری می‌طلبید دعوت قبیله را اجابت کند و بدون یاری رساند، خواه افراد آن ظالم باشند خواه مظلوم. فزون بر این او وظیفه داشت که بخشی از مسئولیت اعمال دیگران را بر عهده گیرد و در پرداخت دیه برای کسی که از قبیله دیگر کشته شده بود یا در فدیه برای آزادی اسیران قبیله خود سهیم باشد. این دیه و فدیه و اینا ببینین از قدیم در جامعه عرب بوده، اینا ابداع و اختراع اسلام نیست، در واقع سنت عرب جاهلی. امروز همین لغات مصطلح است، جزیه و فدیه و اینها که آخوندها آوردن اینها مربوط است به روزگار جاهلی. از این رو جامعه قبیله‌ای مبتنی بر روح دموکراسی و مساوات بود و هر قبیله دارای مجلسی، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، جاهلی بوده این عرب و جاهلی، قبیله و هر قبیله داره مجلسی متشکل از بزرگان قبیله بود و ریاست آن به عهده یکی از بزرگانی بود که افراد قبیله از میان خود برمیگزیدند، یعنی انتخاب میکردند و او را رئیس، شیخ، امیر و یا سید میخواندند و در انتخاب رئیس به قبیله شرایطی را مد نظر قرار میدادند، از جمله اینکه او باید از شریفترین مردان قبیله و متعصبترین، ثروتمندترین، مسنترین و بانفوذترین آنها باشد و نیز باید دارای خصلت‌ها و اوصاف پسندیده‌ای نظیر سخاوت، قدرت بیان، حلم و بردباری، تجربه و کارآزمودگی، دانش و دلاوری باشد. حالا بفرمایید که چرا اینا مولای متقیان حق مولای متقیان را خوردن؟ آقای مولای متقیان در مقابل شیوخ بزرگ عرب که یاران پیغمبر بودند مقامی نداشت در مقابل شیخ اکبر مثل ابوبکر. پس نشان میداد که عرب به نطفه مقدس معتقد نبوده. حالا ما ابتدا گفتیم اسپرم مقدس، یکمی بی ادب تر شدیم،
عرض کنم که گفتیم که عرض شد که ببخشید عذر میخوام از شما، بیضه مقدس اینا اعتقاد نداشتن، اینها شخص رو مبتنی بر ویژگی های فردیش و لیاقت های فردیش انتخاب میکردن به رئیس. وقتی هم که پیغمبر فوت شده از دنیا رفته، این آمدن انتخاب کردن، گفتن این شیخ از همه لایق‌تره، پیغمبر هم نظر سوی او داشته، هر شبت که این سابقه آدم کشی کمتر داشت یا نداشت، و این مولای متقیان قتال العرب بود، کسی بهش رأی نمیداد، مثل همین خلخالی که در آخر عمر از کنم همه آخوندهایی که بهش دستور کشتن از این فاصله گرفته بودن، از این فاصله میگرفتن از این مولای متقیان. اینا رو باید بفهمیم ما چی بوده داستان. اما سیستم حکومت ایرانی مبتنی بر بیضه مقدس بوده، 450 سال ساسانی. امروز هم یه عده هستن در همین لس‌آنجلس جستجوگر بیضه مقدس هستن. وقتی هم که این آیین اسلام را آوردن، همون داستان و شیوهی که خودشان دوست داشتن، یعنی داستان اسپرم مقدس رو انداختن به دین. این امام فرزند اون امام، این امام فرزند اون امام، به وجهی که عرض کنم که بیشترین زیان رو از بیضه های مبارک مولای متقیان ایرانیا برده، کشیدن بدبختی سالی یک ماه برای خودش، بقیه 11 ماه هم برای اولاد احفادش که چون اینا نژاد تبار اون بودن، اینا مقدس هستن چون از اون نطفه و از اون اسپرم هستن. ببین بدبختی و نسبت رو ببینید، معصوم، اینا معصوم هستن، مثل همین عاشق گلستانه که معصوم هستن. میگه آقا این دیوانه است، این آقا این دیوانه است. نه خیر، شما نمیفهمید، اینا شما رو نمیفهمید، به جهت این که عرض شد که به نسل جلی که ما در اختیار داریم، که هیچی هم البته اختیار ندارد، همش دروغ هست، عرض شد که این حضرت رسول آمده است جفر احمر و جفر ابیض رو که دوتا کیسه بود است داده است دست این پسر ابو طالب، و در اونجا قرآن و زبور و اینا در این بوده است، و باطن قرآن فقط یاد این داده، و این هم یاد حسن و حسین داده، و هر سبت که وقتی علا هازا، بنابراین ما به این اسپرم مقدس معتقد هستیم. نه تنها به اونا معتقد هستیم، هر جا یا آخوند گردن کلفت بیار مفتخور خمس و زکات خوری که یه مترونی پارچه سیاه به کلش بسته، باید در مقابلش تعظیم کنیم، چون این رب میشه به اون دوتا بیزه. سیده جمهوری محترم اسلامی هم گویا بخشنامه میخواد بکنند یا کرده است که این بچه هایی که سادات هستن، بقیه بچه ها در مدرسه بازن، اینا اول وارد چند بین آخر کاری بشن. یه ادبار و نکبت از این بدتر من سراغ ندارم. آقا جان، خود عربا هم اینقدر صفیح نشدن که ما شدیم. گفتن آقا هم خوارج بودن، گروه های دیگر عربی آمدن در این اسلام، اینا گفتن آقا فضیلت به فرد، به شخص، نه به اسپرم مقدس. در همین روزگار ساسانی اگر این اعتقاد به این اسپرم مقدس و بیضه مقدس نبود، شاید ما گیر اینا نمی افتادیم، به جهت اینکه یک مرد بزرگ دلیر به بالا دراز و به اندام خشک، به گرد سرش جد موی چمشک، درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیاه کرده و تنگوی و سترگ، جهانجو چوبینه دارد لقب فردوسی فرمود، هم از پهلوانانش باشد نسب. یه همچین مرد بزرگی پیدا شد، عرض کنم در تیسپون داشت اقدامات اصلاحات میکرد، اینها گفتن نخیر، ما معتقدان بیضه ساسانی هستیم، و کمک بهش نکردن، و اون فساد ساسانیان در پایان کار سبب همین آمدن این دوستان دوزان مدینه که مملکت ما. با روح دموکراسی، حتی روح آزاده عرب هم مغایرت داشته این داستان بیضه مقدس. بله، میگوید اینا انتخاب میکردن، اینها کسی که از همه لایقتر بود، ملاحظه فرمایید، میخونم خدمتتون این چه عقلی داشتن این آدمای بیابانی، جاهلا، جهال، دوران جاهلی. بله، از جمله این که او باید از شریفترین مردان قبیله و متعصبترین، اینجا نه غیرتمندترین، البته اینجا ثروتمندترین و مسنترین و بانفوذترین اونها باشد، و نیز باید دارای خصلت‌ها و اوصاف پسندیده نظیر سخاوت، قدرت بیان، حلم و بربادی، تجربه آموزی و دانش و دلاوری باشد. چه بسا اگر لغزش کوچکی از وی سرزند، جنگ و ستیز برانگیزد، یا مصائبی را برای قبیله و همپیمانانی در پی آورد که او را به زعامت برگزیدند.
بله، زیرا اعصاب مردم قبیله چنان ظریف و حساس است که کوچکترین سخنی موجب تحریک ما میگردد، ببیشه اگر اون سخن اهانت به شرف و منزلت آنان تلقی شود. یعنی اینا به شرف معتقد بودند، قول و فعل اینها درست بود، میهمان رو عزیز می‌داشتند. اکرم و ضیف ولو کان کافرن، گفتم که چراغ روشن میکردن، آتش روشن میکردن تو صحرا که یک میهمانی هست، سرگردان کسی هست، بیاد اونجا و استراحت کنه، غذای بخوره. اینا فضیلت های قبیله اینا بود که بعد از بین رفت. اینا شدن درندگانی که خودشون سر خودشون رو میبریدن، چون ایدئولوگ شدن، به پول و قدرت رسیدن، فضیلت هاشون از بین رفت. این تاریخ عربه هموطن گرامی. خب بله، به همین علت افراد قبیله به بزرگواری شیخ و رئیس خود می نازند و گاهی حجب شاعری درباره شیخ قبیله که از افراد ما منجر به جنگ میان قبیله این شیخ یا اون فرد با قبیله شاعر می شود. شاعر مقام بزرگی در حیات و منزلت قبیله دارد. اگر در قبیله شاعر برجسته‌ای ظهور کند، افراد قبیله های دیگر به تهنیت قبیله شاعر می آیند، یعنی تبریک می گویند که شما چه شاعری دارید، ما به شما درود می فرستیم بابت این شاعر. همچنین سخنوران و خطبا نقش مهمی در دفاع از قبیله و بزرگ و با اهمیت جلوه دادن آن در نزد دیگران یا در واداشتن قبیله به جنگ بر عهده دارند. فصاحت خطیب و قدرت اقناع او مردم را به اطاعت و فرمانداری از وی وامی داشت. مردم از جاهلی برای هر چیزی که همت‌های آنان را برانگیزد چشمانشان را بگشاید، افراد بی تفاوتش را به قیام وادارد، به ترسویان آنها شهامت و جرأت بخشد، دلهاشان را سوار گرداند، غمهاشان را از دل بزداید، از عزتشان سیانت کند تا مورد اهانت قرار نگیرند، آنها را به گرفتن انتقام برانگیزد و از ننگ سلطه دیگران و ذلت و نابودی پرهیز دهد، اهمیت خاصی قائل بودند. به همین دلیل این عربای بیابان را که جاهلی بودند، هیچ کس اینا را تسخیر نکرد. در تاریخ مدنیت ایران، روزگار اشکانی، ساسانی، غیره، هیچ کس نتوانست بین عربا رو بگیره، چون مردم آزادی بودند. در قبایل اونقدر هم ثروتمند نبودند که بیارزد لشکرکشی های گران که برویم مثلا مکه و مدینه رو بگیریم. گرچه من فکر میکنم اگه ساسانیان آخر نیروهاشو گذاشته بودن این مکه و مدینه رو گرفته بودن، عرض کنم که آدماشو منتقل کردن به خراسان، دنیا از این شهر امروز راحت بود. ولی به هر صورت اینها مردمان آزادی بودن و تن به سلطه کسی نمیدادن. همین اعراب آزاد مدت 600 سال، وقتی که اینها به الله معتقد شدن و زمینه عبودیت و تسلیم گسترده شد که ما کاری نیستیم، همش به دست اللهه، انا لله و انا اله راجعون، اینا 600 سال اینا بردگان عثمانی شدن، ترکان عثمانی، همه اینا رو برده کرده بودن، مستعمره. در همون روزگاری که میرزا تقی‌خان امیرکبیر از سوی ناصرالدین شاه رفته بود به، عرض کنم، برای این مناقشات ارضی که بود و گرفتاری ها که ایران عثمانی داشت، یکی از این پاشاهای عرب، پاشاهای عثمانی، عذر میخوام، در همین کربلا و اینها، این شیعیان چیز نمیدادن، مالیات نمیدادن، لعنت به عمر میکردن. این پاشا ایستاده به نماز گفته خراب کنین، هر کسی سر یک ایرانی بیاره 10 دینار میدم. بسن به توپ 24-5 هزار نفر ایرانی سر بریدن اینا در همون منطقه. به وقتی هم که ایرانی که اومد سر خود ترکار میبردن جایزه بگیرن، چون اینها به نور اسلام منور شده بودن و عرض کنم دلاوریاشون رو فراموش کرده بودن. همه چیز به الله، مربوط به الله. وارتان اشاره کرد که ما 5 شدیم. خیلی خوب، بعد میگوید که مردم قبیله برای جاودان ساختن اعمال نیک و بزرگواری موروثی و مفاخر خود پس از شد، بیش از هر چیزی دیگر به خطیب نیازمند بودند. عرض کردم هنر عرب شعرش بوده، چون چیز دیگری نداشته، نه اونجا وسیله‌ای بود برای نقاشی و مجسمه سازی، تئاتر اینها که نبود، اینا بیابانگردان بودن، تنها هنرشون این دخت و تصرف ذهن در کلام بوده، شعر عرب. این است که خطیب داشتن، عرض می شود که شاعر داشتن و بسیار بودن اینها در اطراف اکناف.
رئیس قبیله نیز موثق به حمایت از ناتوانان بود و باید در خانه خود را به روی مسافران و میهمانان باز گذارد و از جانب نیازمندان و فقیران قبیله خود دیه بپردازد. فرمان شیخ قبیله برای همه افراد آن قبیله مطاع و حکمش نافذ بود. فزون بر این از امتیازات دیگری نیز برخوردار بود، از جمله اینکه یک چهارم غنایم از آن او بود و نیز می توانست پیش از تقسیم غنایم اون چرا دلخواهش بود برگزیند. فرماندهی سپاه نیز بابی بود و غنایمی که پیش از رویاروی دو لشکر در راه به دست می آمد به او تعلق داشت. خب پس ملاحظه میکنیم که عرب عادت داشته رئیس قبیله به یه چهارم غنایم، یعنی غارت که میکردن جمع میکردن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به یه پنجمش رضایت داد. یعنی اینا بس عادت داشتن به این کار، مطابق سنت عرب رفتار کرده. یعنی اگر اسلام عزیز رو نگاه کنیم و با اندیشه دینی و عرض میکنم ایمانی بهش نزدیک نشویم و نگاه بکنیم، در میابیم که یک رونویسی است از تورات، التقاطی است از زرتشتی، خیلی خیلی اندک مسیحی، و عرض کنم که سنت عرب، سنت عرب یعنی همین اعتقاد به قول و جن بیا جن و اینها، مطلب شعرا که بسیار مهم بودند. ایشون اومده نفی کرده شعرا رو، و جالب این است که از سبب که زمینه که شعرا رو نفی کرده، ایرانیان بزرگترین شعرا بودند، یعنی بیشتر شعرا در ایران بود اینها، و غنیمت. پس اینا هم حج میرفتن و جنگ میکردن غنیمت میگرفتن، همه اینا رو آمده به نام الله نوشتن در اونجا. منتها رئیس قبیله یه چهارم میگرفت مطابق این کتاب. حضرتشان گفتن ما حالا با یک پنجم عرض میکنم که رضایت میدهیم شما، و بقیهش هم که البته میدانید که بین سوار و چیز به نوبت به نسبت دو سوم یک سوم تقسیم میشد. کسی که یابو داشت، البته یابو هم دزدیده بود یادمون نره، اینها خرجش بیشتر بود، اینها بیشتر میگرفت، ولی رئیس یک چهارم. حضرتشون فرمودن ما یه پنجم میگیریم، خمس میگیریم، که این خمس برای مال دزدی بوده. هموطن در تسنن خمس حرامه، مگر که شما یه گنج پیدا کنی یا بری دزدی در جنگ، وگر این نیست که کسی بره که مال حلال یه پنجمشه بده مولا، اینقدر منفعت نیست در هیچ کسبی که بشه 20% داد به آخوند. مال اون خمست رو داده ای؟ اینا آخوندهای رافضی، عرض کنم که این صیغه و این خمس و تقیه، اینها عرض کنم که اینها رذیلت های آخوند رافضی است. مسلمان ها که میشه اعتقاد ندارن که خمس، متعه و تقیه، به این ستا، این ستا عرض کنم که سبب نفرت این سواد اعظم مسلمین از شیعیان هست. که شما دخترتون رو ساعتی کرایه میدین و عرض کنم که به آخونده خمس میدین، در حالی که خمس مال میدان جنگ بوده، مال مفت، خمس برای مال مفته، بادابر، نه که کسی بره کار بکنه کد یمین عرق جبین و یک پنجمشو بده به آخوند، که آخوند چی کار میکنه؟ اگر فردا در کشور ایران، در جهان کناسا نرن سر کار زندگی نمیگذره، شیشه برا نرن سر کار زندگی نمیگذره، مکانیک ها نرن سر کار زندگی نمیگذره، پمپ بنزین ها نرن سر کار، آخوند اگه نره سر کار هیچ اتفاقی نمیفته، کار دنیا بهتر میشه. ببینید اینا چقدر اهمیت داره. با اون گردن های کلفت و اون شکم های حجیم و مفخور اشاره کرد وارتان. وارتان هم از با آخوندها دل خوشی نداره. عرض که با سپاس از شما و همچنین سپاس از دوست گرامی آقای تندر که این آرم زیبا رو ساختن، و دوست عزیز قدیم هم آقای رزاقی که اینجا نشستن، و شما همه هموطنان گرامی و بزرگوار تحت‌اثر گیتی و هموطنان گرامی در شمال عراق، کردستان عراق باشد. برنامه رو می‌بندیم، فردا خدمتتون خواهیم بود. تا فردا درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد.